شجریان مال تمامی دنیاست، تمام دنیا حضیت گفتن. پس چرا در مملکت خودمون نباید این کار بشه؟ باید عزای عمومی اعلام میشه. اسطوره آواز ایران در کنار اسطوره نگار آرام گرفت. پیکر محمد رضا شجریان زیر سایه تدابیر امنیتی در آرامگاه فردوسی به خاک سپرده شد. در 60 دقیقه امشب با داریوش پیرنیاکان از همکاران آقای شجریان که امروز هم در مراسم خاک سپاری او حضور داشته گفتگو میکنیم. استاد صداهای ممنوع شجریان برای خواندن زنان چه کرد؟ در این باره با معصومه مهرعلی خواننده و از شاگردان او صحبت میکنیم. استاد راست میگفت، از راست گفتن این محبوبیت پیدا کرد. یکی از قدیمی ترین شاگردان شجریان به ما از راز مانایی او در دل ایرانیان میگوید. و میراث حافظ آواز ایرانی، تأثیر شجریان بر آینده موسیقی ایران چیست؟ شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. امروز در ایران مردی سر در مغاک تیره خاک کشید که نامش در فهرست مشاهیر هنر یک حوزه تمدنی کهن جاویدان شده. محمد رضا شجریان، اسطوره موسیقی سنتی ایران، با محبوبیتی کم نظیر در طوس دفن شد، در کنار مقبره ابوالقاسم فردوسی، از سرآمدان ادب پارسی. مرگ محمد رضا شجریان انعکاسی فراتر از مرزبندی‌های سیاسی و اجتماعی در ایران یافت و چهره‌های مشهور از اهالی موسیقی و ادب را در افغانستان، تاجیکستان و عراق به سوگ نشاند. هنر بی همتای محمد رضا شجریان در موسیقی سنتی ایران بخشی از چهره است که از او به یاد مانده. او در بحبوحه تحولات پرشتاب سیاسی ایران در برابر نظام حاکم به انتقاد ایستاد، یک بار در زمان پهلوی و چند بار در برابر جمهوری اسلامی. آیا همین راز محبوبیت اوست؟ طایفه‌ای در حکومت با خانواده شجریان ابراز همدردی کردند، ولی هسته سخت قدرت حرفی از عزا و تسلیت نزده. آیا میراث او یک تهدید است؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از کسرا ناجی. تنین نوای ربنای شجریان در بیرون محوطه آرامگاه فردوسی، آوازی که تلویزیون دولتی ایران علارغم خواست وسیع مردم پخش نمی‌کرد. هزاران نفر از دوستداران او علارغم حضور در محل مجبور شدند خاک سپاری این اسطوره فرهنگی ایران را از بیرون محوطه آرامگاه از صفحه‌های تلویزیون ببینند. در داخل محوطه این نزدیکترین عزیزان او، نوه‌اش آوا، پسرش همایون و دخترش مژگان، صاحبان عزا در این روز غم‌انگیز. کسانی که تا آخرین ساعت نمی‌دانستند که این خاکسپاری با همه محدودیت‌هایی که مسئولان ایجاد کرده بودند چگونه برگزار خواهد شد. شجریان روز پنجشنبه بعد از سالها بیماری به علت سرطان در بیمارستانی در تهران درگذشت، در سن 80 سالگی. استاد موسیقی سنتی که هم در رژیم پیشین و هم در رژیم فعلی زیر بار استبداد نرفت، علی‌رغم سالها محرومیت از آواز خواندن و فعالیت که جایگاه او را در دل میلیون ها نفر مستحکم تر کرد. در گذشته شجریان خیلی از دوستداران موسیقی و فرهنگ ایران را داغدار کرده است، به خصوص که نمیتوانند آنطور که میخواهند برای آخرین بار با او خداحافظی کنند. شجریان مال تمامی دنیاست. این گوشه از سخنرانی داریوش پیرنیاکان، موسیقیدان، در مراسم امروز، مراسمی در میان حضور نیروهای امنیتی. پس چرا در مملکت خودمون نباید این کار بشه؟ باید عزای عمومی اعلام میشد. مردم عزیز که تشریف آوردید، ما آرامشمون رو از شما میگیریم.
پسر استاد هم اینجا چند کلمه‌ای در تشکر از کسانی گفت که خودشان را به اینجا رساندند. ما اعتبارمون از شما میگیریم. تمام صبر و شکیبایی ما شمایید. ممنون که آمدید با همه مخاطره ها. من معذرت میخواهم اگر این امکان نمیتونست باشه که میلیون ها نفر پدر رو با دست خودشون به خاک بسپارن. خاکسپاری شجریان امروز مثل خاکسپاری انسان‌های بزرگ که در میان مردم هستند و جای دارند و فراموش نمی‌شوند. کسرونجی بی بی سی. دو مهمان داریم، داریوش پرنیاکان آهنگساز و نوازنده و همینطور حمید متبسم آهنگساز و از بنیانگذاران گروه دستان. گفتگو رو اول با آقای پرنیاکان شروع میکنم که همکاری مشترک و نزدیکی با محمد رضا شجریان داشتن، حاصل اون هم 7 آلبوم بوده، آلبوم های مثل یاد ایام، پیام نسیم، سرو چمان. آقای پرنیاکان همونطور که در گزارش کسرا اشاره شد امروز هم در مراسم خاکسپاری آقای شجریان حضور داشتن. آقای پرنیاکان از فضای امروز بگید. من ضمن عرض تسلیت به همه مردم هنردوست و فرهنگ دوست ایران، امروز یک مراسم بسیار بسیار وزین و بسیار خوبی ما در مشهد داشتیم و واقعا بسیار بسیار خوب برگزار شد این مراسم، با اینکه خب تعدادی از مردم که حضور داشتن نتونستن داخل محوطه بیان، ولی واقعیتش اینه که بسیار بسیار خوب برگزار شد این مراسم. فضا تحت تاثیر کرونا است در همه جای جهان، از جمله در ایران. سازماندهی به چه شکل انجام شده بود؟ هماهنگی ها رو چطور دیدید؟ هماهنگی هایی که مسئولین اونجا انجام داده بودن بسیار خوب و مرتب و بر اساس واقعا برنامه ریزی بود که از قبل تهیه شده بود، ولی اون مردمی که حضور داشتن و از راه های دور و نزدیک اومده بودن بسیار انبوه بود حضورشون، و وقتی ما به طرف آرامگاه فردوسی داشتیم حرکت میکردیم واقعا حضور انبوه مردم رو مشاهده کردیم و دیدیم که با عشق و علاقه به این مرد بزرگ حضور یافته بودن و قدردانی خودشون رو از این مرد بزرگ به این صورت ابراز میکرد. امروز در حرفای شما موضوع اعلام عزای عمومی هم مطرح شد که در ایران چنین اتفاقی نیفتاده. فکر میکنید که دلیلش چیه؟ خب والا من دلیلش رو نمیدونم. دلیلش رو اون کسانی که این رو اعلام نکردن باید ازشون پرسید. ولی من اینجا میخوام بگم که درست عزای عمومی اعلام نشد، ولی واقعیتش عزای عمومی بود و این عزای عمومی در تمامی ایران به چشم میخورد و همچنین در اونجایی که ما حضور داشتیم واقعا به چشم میخورد. این عزای عمومی اعلام نشد رسما، ولی حقیقتا وجود داشت. اگه از همکاری هاتون بپرسم، خصوصا من خودم شخصا خیلی آلبوم یاد ایام رو میپسندم، از آلبوم های محبوب من هست. کار مشترک شما با آقای شجریان اگر اشتباه نکنم در دستگاه شور ساخته شده و در آمریکا هم برای اولین بار اجرا شد. از نظر شما برجسته ترین کار و ویژگی آقای شجریان، چیزی که شما به تجربه دریافته باشید چیه؟ ببینید، من امروز هم طی سخنرانی که اونجا داشتم این رو عرض کردم خدمت هزار و تمامی اونایی که اونجا بودند. ببینید، شجریان رو من گفتم اگر بخوایم که در مورد موسیقی صحبت بکنیم انگار که در مورد آفتاب صحبت میکنیم. ما آفتاب که اصلا دیگه اصلا قابل گفتگو نیست، یکسان بر همه جا میتابه و روشن میکنه و انرژی میبخشه. بخش دیگری از شجریان رو من مورد در سخنرانی بهش اشاره کردم، اون این بود که شجریان همیشه دنبال یک پیامی بود، با موسیقیش میخواست که یک پیام مهمی رو به شنوندگانش برسونه و اون پیام خردورزی بود.
شجریان یک انسان خردمند، حتی اونجا از شعر فردوسی که البته همه شعرهای فردوسی خیلی به خرد اشاره میکنه، اونجا من اشاره کردم به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. شجریان واقعا از زمانی که شروع به کار کرده با خرد توانای خودش تونسته تا زمانی که بالین سر بر بالین خاک نهاد این راه رو ادامه بده. پیام شجریان در تمام کارهایی که انجام داده خردورزی و خردمندی بوده. این بزرگترین پیامی است که به نظر من شجریان در موسیقیش نهفته داشت. و چون هم از عشق میگفت و از ادب میگفت، چقدر هم به دل نشسته بوده از واکنش ها برمیاد. شما خب با 7 آلبوم چیزی که من میدونم همکاری داشتید با آقای شجریان، بسیاری از اونها همونطور که شما اشاره کردید بسیاری هم بر این عقیدن که هر کدومش یک شاهکاره، ولی در میان شاهکارها از نظر شما شاهکار شجریان کدام یکی بوده؟ به نظر من شاهکار شجریان زندگیش بود. شاهکارش، میگم در مورد موسیقی شجریان هر چقدر صحبت بکنیم باز کم گفتیم، ولی شاهکار شجریان منظورتون شخصیت اجتماعیشونه؟ اصلا کلن چه زندگی اجتماعی شجریان، زندگی اجتماعیش از زندگی موسیقایش جدا نبود اصلا، اینها با همدیگه بود. شجریان نگاهش به موسیقی همون نگاهی بود که به زندگی داشت، نگاهش به زندگی همون بود که به موسیقی داشت. اینه که شجریان رو جدای از زندگیش و از موسیقیش نمیتونیم بررسیش رو کنیم. من امروز باز عنوان کردم و اینجا هم عنوان میکنم، ما زمانی که همزمان با یک بزرگی زندگی میکنیم در اون هنوز ابعاد مختلف اون انسان رو درک نمیکنیم. زمان که هر چقدر بیشتر میگذره و از اون دور میشیم، ابعاد بسیار بسیار برجسته اون انسان برای ما روشن میشه. من فکر میکنم زمانی که حافظ هم بود، فردوسی هم بود، مولانا هم بود، اونهایی که همزمان باش زندگی میکردن اندازه مایی که الان اونها رو بزرگیشون رو میفهمیم اونها نمیفهمیدن. هر چقدر زمان بگذره به نظر من شجریان بزرگیش بیشتر عیان خواهد شد، شجریان بیشتر بزرگیش معلوم خواهد شد. من به نظرم میاد که آیندگان رسالات بسیار زیاد دکتریشون رو درباره موسیقی شجریان و زندگی شجریان و نشست و برخاست شجریان و تعاملش با مردم و تعاملش با زندگی به تحریر خواهد اومد. ممنونم از داریوش پیرنیاکان، آهنگساز، استاد دانشگاه و پژوهشگر موسیقی در تهران. همونطور که اشاره کردم حمید متبسم آهنگساز و نوازنده تار و ستار هم از لاندکراف در هلند با ما هستن. آقای متبسم، حرفای آقای پیرنیاکان رو حتما شنیدید، بسیاری هم نوا هستن با آقای پیرنیاکان در زمینه توصیفی که از محمد رضا شجریان میکنن. چطور محمد رضا شجریان از نظر شما به چنین جایگاهی دست پیدا کرد؟ درود بر شما و تمام بینندگان و شنوندگان این برنامه. قبل از همه من فکر می‌کنم قبل از مردم باید تسلیت گفت به نزدیکان، به خانواده استاد محمد رضا شجریان که عزیزی رو در کنار خودشون از دست دادند، چرا که ما به عنوان شنونده آثار محمد رضا شجریان همیشه با محمد رضا شجریان زندگی می‌کنیم، حتی وقتی که نیست، وقتی که نباشه. ولی اونها یه چیز بیشتری از ما از دست دادن، اون هم همجواری و زیر یک سقف بودن با ایشون. محمد رضا شجریان سلطان آواز ایرانی است. علتش هم آموزش هایی است که دیده، علتش پیگیری که داشته، علتش هوشمندی که داشته، شناختش از ادبیات و تلاشی که پیگیرانه تا سنین بالا ادامه داده برای اینکه اگر در هر گوشه‌ای مطلبی راجع به آواز، راجع به موسیقی ایرانی هست بیاموزه و اضافه بکنه به دانشش. غیر از اون خب شخصیت اجتماعی ویژه ایشون هم
به خاطر همراهیش با مردم، همراهی و همپایی ساده و خیلی فامیلی و نزدیک با مردم کشورش باعث شده که این در واقع پیوند رو از پیوند هنری تبدیل بکنه به یک پیوند هنری و فامیلی. اینه که شجریان رو مثل برادر، مثل پدر، مثل رفیق احساس کردن. کسانی که اهل موسیقیش هستن همین احساس رو نسبت بهش دارند و به خاطر همین هست که ایشون مقام رو در میان مردم ایران پیدا کرده و جاودان خواهد بود. میشد این سبکی که آقای شجریان رو داشت رو فراتر از چیزی که هست برد واقعا؟ آیا او خودش رو به حد اعلای آواز ایران رساند؟ در این جایی که هستیم بله، ایشون در حد اعلای آواز ایران، یعنی که بعدا چی پیش میاد نه من میدانم و نه شما، ولی واقعیت اینه که به اعتقاد من به عنوان کسی که کارش موسیقی است، فارغ از هر گونه سلیقه شخصی، فارغ از هر گونه به حال نظر شخصی، به عنوان یک کسی که در حال متخصص این کار هست و سالها با موسیقی در سر کار داشته، من میتونم این ادعا رو بکنم که در واقع شجریان گزیده ای از تمام خوانندگان بزرگ گذشته، مثل زلی، مثل اقبال آذر، مثل بنان، طاهرزاده و خوانندگان بزرگ هست، به علاوه یه چیزی از خودش که در واقع این رو، این شیوه آوازخوانی ایشون رو برجسته میکنه و در رأس انواع به اصطلاح آوازی که تا به حال در موسیقی دستگاهی ایران شنیدیم قرار میده. اینکه در آینده چیزی پیش میاد بیش از این، باید همیشه دل قوی داشت و امیدوار بود، چرا که ما نگاه به جلو داریم. فکر میکنم خود استاد هم اگر ازشون میپرسیدی آرزو میکرد که کسی بیاد و در واقع کار تازه و تازه تری انجام بده. من این سوال رو از آقای پیرنیاکان هم پرسیدم، از کسانی که اهل فن هستن این رو میپرسم که در میان کارهای آقای شجریان که بسیاری از اونها شاهکاری در نوع خودشون هستن، کدوم یکی رو میپسندن و شاهکار شاهکارهای شجریان رو میدونن؟ خب این پرسش بسیار درستی هست و اگر بخوایم با دید نگاه کارشناسی به این قضیه نگاه بکنیم و تعصبات رو کنار بذاریم، باید توجه داشته باشیم که نقش خالق اثر در تاثیرگذاری آثار و شاخص کردن حتی خواننده اثری که محمد رضا شجریان خواننده شد، چون محمد رضا شجریان تمام کارهایی که اجرا کرده واقعا به بهترین نحو اجرا کرده، ولی تمام کارهایی که اجرا کرده کارهای در واقع 100% نابی نیستند الزاماً. چرا؟ چون برخی به خاطر نوع آهنگسازی، نوع در حال نگرش خالق اثر، از اون اقبال و از اون فخر لازم برای موسیقی برخوردار نیستند. باید توجه داشت که مثلا اثر پرویز مشکاتیان، اثر فرامرز پایور، اثر محمد رضا لطفی، حسین علیزاده، برای اینا آثاری هستند که آهنگسازانی ساختند که تاثیرگذار هستند، صاحب اندیشه هستند، صاحب یک روش و استایلی هستند که اینها در واقع خود آهنگسازی اینها رو شاخص میکنه. یعنی اثری مثل بیداد رو باید جز به ستاره های آثار محمد رضا شجریان دانست، اثری مثل نوای مرکب خانی رو همینطور، اثری مثل دستان، واقعا دستان یک اثر بسیار ارزنده است، نه فقط به خاطر اجرای ویژه و زیبایی محمد رضا استاد محمد رضا شجریان، بلکه به خاطر آهنگسازی ویژه و فاخر استاد پرویز مشکاتیان. این هست که نباید فراموش کنیم که کسانی که خلق اثر کردن و کمک کردن برای اینکه این صدای آسمانی محمد رضا شجریان ارائه بشه و همینطور محمد رضا شجریان که کمک کرد اثری مثل دستان
در واقع درست ارائه بشه، اینها در واقع مکمل هم بودن و الان هم توی همین موقعیت که همه ما در سوگ و در غم نبود محمد رضا شجریان غمگین هستیم و سوگواریم، باز هم ارزش های کار دیگران که در واقع همپا و یار محمد رضا شجریان بودند رو فراموش کنیم. بسیار ممنونم از حمید متبسم، آهنگساز و از بنیانگذاران گروه دستان از هلند با ما. فما صدیق تعریف، خواننده و ردیفدان از تهران با ما هستند. از نظر شما آقای تعریف، اگر از میراث آقای شجریان صحبت بکنیم، او مهمترین میراثی که از خودش بر جای گذاشته چیست؟ عرض سلام بینندگان محترم 60 دقیقه و عرض تسلیت به خانواده ارجمند و معزز استاد شجریان و همچنین عرض تسلیت به هواداران و دوستداران استاد بزرگ استاد شجریان، به هر حال بایستی ابراز کنم، ابراز همدردی بکنم و بسیار متألم و متأسف شدیم همه ما ها از این فقدان و این ضایعه ملی. از میکنم که یک بار دیگه اگه ممکنه سوالتون رو بفرمایید که من در خدمتتون باشم جناب آقای. من البته میخواستم در مورد میراث هنری شجریان بپرسم، ولی اجازه بدید که سوال رو به این شکل تصحیح بکنم یا بازنگری بکنم. شجریان تبدیل شد به صدای غالب. آیا این غلبه و این شخصیت برجسته و این هنر والا از نظر بسیاری از کارشناسان باعث نشد که سبک‌های مختلف در آواز محدود بشه؟ ببینید، بستگی به نوع آموزشی داره که در جامعه وجود داره. آقای شجریان بودن یک کسی که صاحب سبک بودن، کسی بود که سالها با در واقع شخص کوشنده‌ای بود، شخص بسیار پرتلاشی بود، در واقع آدمی بود که میشه گفت شجریان آدم در یکی از ویژگی‌های مهم استاد شجریان در واقع کوشندگی و تلاش و از چند بعدی بودن شخصیتیشون هست. عرض می‌کنم که سبک و سیاق و راه و روش آقای شجریان رو می‌شود یکی از راه‌های در واقع موسیقی ایران به حساب آورد، اما این نافی این نیست که کسان دیگری که در واقع که در این راه زحمت کشیدن اونها رو نادیده گرفت. ولی برای استاد شجریان به خاطر اون چند وجهی بودن شخصیتشون و کارشون و تسلط خاص و ویژه‌ای که به آواز داشتن و اون در واقع احاطه‌ای که بر حنجره‌شون داشتن و اون پیوندش با تفکرات اجتماعی تاریخیشون، ازش این شخصیت ویژه ساخته بود که در واقع میتوان گفت در نوع خودش بی‌بدیله. صحیح. از این نظر شجریان بسیار شاخصه و سبک و سیاق در واقع سبک و سیاق این آوازخوانی و این راه در واقع سبک و سیاق خاص خود این استاد هستش و تأثیرش بی نهایت زیاد هستش. اما به نظر من این در واقع سبک و سیاق آقای شجریان با همه ارزش‌های والای و بالایی که داره، معلومه که نمیتواند تنها سبک و سیاق باشد. امیدواریم در آینده آدم‌های بزرگی مثل شجریان بیان، همونطور که در گذشته بودن بزرگان ما داشتیم در حوزه آواز، در حوزه موسیقی و در حوزه هنرهای مختلف که هر کدوم برای خودشون صاحب سبک و سیاق بودن و تأثیر گذار بودن در همه رشته‌های هنری چه ایران و چه هر جای دنیا اگه در نظر بگیریم. اما شجریان بخاطر ویژگی‌ای که گفتم بسیار شاخصن، بسیار در واقع ستاره‌ای در آسمان که می‌درخشه. بله، ما الان تصاویر رو میبینیم از مراسم خاکسپاری آقای شجریان. به نظر میاد که عده زیادی از مردم به گونه‌ای متاثر شدن که شاید در گذشته در مورد کمتر هنرمندی در این سطح میبینیم. پایگاه اجتماعی هنر شجریان، کسانی که هنر شجریان رو درک میکنن، میفهمند، در میان لایه‌های مختلف جامعه ایران کدام‌ها هستند؟ آیا شجریان بیشتر هنرمند طبقه متوسط یا اینکه از لایه‌های فرودست جامعه، کسانی که بهره‌وری مالی کمتری دارند در جامعه، تا سطوح عالی با اون احساس و ارتباط برقرار می‌کنند؟ از آنجا که شجریان در زمینه‌های مختلف فقط در انواع اقسام و اوصاف رو ما ایشون می‌شنویم،
از یک طرف ربنا رو میخونه که در واقع یک به صلاح نیایشه، مقام جانم بله یک نیایشه و یک دعاست. بله بله نیایشش که در آحاد در توده های مردم خیلی تاثیرگذار بوده. از یک طرف آوازهایی که میخونه که در واقع آوازی که خونده کسانی در واقع در برگیرنده در واقع مخاطبین بسیار زیادی هست و از یک طرف خواندن تصانیف در واقع طیف وسیعی از در واقع مخاطبینش، هر کسی بنا به سلیقه خودش در واقع به آوازهای شجریان به تصانیف شجریان در واقع گوش میکنه و خیلی وقتا همدم یاروغار همیشگی شبانه روزی ممکنه بعد این آدم که خیلی 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 عشق دارن به این استاد بزرگوار باشه. این هستش که نمیشه محدودش کرد. آقای شجریان از اونجایی که نگاه و تفکرات اجتماعی تاریخی هم داشتن و انتخاب شعرهایی که کردن هیچ انتخاب اتفاقی نبوده، همه انتخابهای شعراش که در واقع زبان خیلی روشن پیامهاش هست در درجه اول، اما نمیخوام محدودش کنم فقط به شعر، چون اگه شعر انتخابش بهترین شعر انتخابش اگه با زبان ضعیفی خوانده بشود اون اثر هنری ضعیف میشود، اما استاد شجریان در این ها که اشعاری رو انتخاب میگه مناسب دوره های مناسب اوضاع احوال میتونسته باشه در گذشت و در حال به زبان در واقع با زبان هنری بسیار پرقدرتی منم اجرا کرده عموما اغلب کاراشون در واقع فی الواقع. آقای طریف اگر شما بخواید انتخابی بکنید کدوم یکی از تصنیف های محمد رضا شجریان رو به عنوان تصنیف مورد علاقه خودتون انتخاب میکنید؟ بله عرض کنم که بنده عشق و علاقه به صدای شجریان و شخصیت شجریان از پیش از دوره دانشجویی شروع میشه و اینه که من از قدیم الایام با آثار شجریان آشنا بودم و هستم. اینقدر این مرد بزرگ آثار درخشان داره که انتخاب خیلی سخته، اما میتونم در همین لحظه که سوال کردی اشاره به چند تا تصانیفش بکنم که میتونم اصلا مثل داروک ساخته استاد معذر لطفی هستش یا در کوچه سار شب که عرض میکنم شعر اولیش مال نیماست که در واقع داروک تصنیف در کوچه سار شب که روی شعر سایه هستش و ایران سایه امید که باز شعر سایه هستش و بسیاران دیگری که هر کدوم در جامعه خودش در جزو بهترین هاست نمیشه. واقعا بسیار کار سوال سختیه پاسخ دادن به ببخشید که من این سوال سخت رو ازتون پرسیدم. اشکال نداره ولی خب فقط تصنیفی از استاد شجریان در حوزه آواز آثار بسیار درخشانی داره. یکی از به نظر من درخشان‌ترین آوازها یکی از درخشان‌ترین آوازها آوازی است که در آلبوم چشمه نوش خواندن، اون بخشی که البته همش زیباست بخصوص ناگهان مثل که رو صحنه در واقع انگار الهام بهش شده باشه یا اصفهان درجه که خونده که هر موقع من گوش میکنم تمام در واقع تنم میدرزشه. این دنیل بسیار ممنونم، بسیار ممنونم، بله. تمنا میکنم، بسیار ممنونم، خصوصا این ایران ای سرای امید رو که بهش اشاره کردید واقعا چه کرد با دلهای مردم ایران در سراسر این خطه و مرزوبوم. ممنونم از شما صدیق تعریف، ردیفدان و خواننده موسیقی سنتی از ایران با ما و الان معصومه مهرعلی خواننده و از شاگردان محمد رضا شجریان هم از تهران با ما هستند. شما خانم مهرعلی بیشتر از دو دهه با آقای شجریان کار کردید، آموزش دیدید، از تکنیک های آموزشی ایشون بگید، خصوصا آموزش به زنان. عرض سلام دارم و تسلیت به خانواده معزز استاد شجریان و همه اونان که به موسیقی و صدای استاد عشق می‌ورزند و می‌بالند. شما سوالتون یه بار دیگه بفرمایید. سوال من این بود که اگر از تکنیک‌های آقای شجریان بگید شیوه آموزشیشون خصوصا به زنان چی میشه گفت؟ شما بیشتر از دو دهه با آقای شجریان از نزدیک کار کردید، آموزش دیدید، از جمله اولین کسانی بودید که از جمله زنان البته که شاگرد ایشون بودید. بله ببینید شیوه ایشون نعل به نعل بود، سینه به سینه و گوشی بود، یعنی اینکه هر گوشه‌ای رو
ایشون میخواستن درس بدن، تقطیعش میکردن، قطع میکردن و اون قطعات رو تفهیم میکردن و تکرار میکردن، تفهیم میکردن و هنرجو یاد میگرفتش و فرقی هم نداشتش برای ایشون که به درس بدن یا به آقا بخوان درس بدن، شیوهشون سینه به سینه بود. در گروه شاگردهای آقای شجریان در ابتدا خانم ها زیاد نبودن، شما از اشاره کردم از معدود افراد بودید، چرا اینطور بود؟ آیا به دلیل شرایط زمان بود؟ والا اون زمانی که من خدمت ایشون رفتم سال 57 ایشون به شکل دیگه برخورد میکردم، من ذهنشون رو نمیدونم در نهایت، اما وقتی که من در یک کنسرتی بودم که ایشون اونجا حضور داشتن، از من خواستن که به من گفتن میخواین که بیان کلاس من، خب من به ایشون گفتم من به اشتیاق تمام میام و اون زمان فقط من بودم که خدمت ایشون رفتم و با دوستان دیگه که اونجا تشریف داشتن مثل آقایون آقای علی جهاندار، آقای کرامتی، آقای قاسم رفعتی و بعدها آقای نوربخش، آقای ارفانیان، آقای مظفر شفیعی و آقای ملک بابایی. اونجا رفتیم و هنوز کلاس ها گسترده نشده بودش. بعدها سالش رو دقیق نمیدونم، بعدها تصمیم گرفتن که کارگاه بذارن و بعد از اینکه ایشون این کارگاه ها رو تشکیل دادن رو و برقرار شد، به صدای زن بیشتر امیدوار شدن، یعنی حقیقتا هم مسئولانه پی این کار رو گرفتن و هیچ فرقی نمیذاشتن برای این که بگن صدای زن کمرنگه یا صدای مرد کمرنگه، هر دو رو در یک سبیل نگاه میکردن. میتونیم مثال بزنیم، ایشون خودشون رو شاگرد خانم قمر میدونستن و از کارهای ایشون بسیار خوندن، بسیار تقلید کردن و اساساً میگن من از همه کسانی که پیشکسوتان خودم بهرمند شدم، یعنی آوازاشون رو تقلید کردم، بخشبست شدم بعد شجریان. بنابراین صدای زن رو برابر با صدای مرد میدونستن و همیشه در آرزوشون بود که محیط آزاد بشه برای خوندن خانم ها و اینها بتونن با طیب خاطر آوازشون رو بخونن. من این سوال رو از خیلی از میهمانان دیگه برنامه پرسیدم، دلیلم اینه که میخوام بیننده ها بعد از این برنامه اگر خواستند مشورتی بگیرند که کدوم یکی از آثار استاد رو دوباره گوش بدن، ایده‌ای داشته باشن. از جمله کارهای آقای شجریان محبوب ترینش در نظر شما کدوم بوده؟ همه آثار استاد واقعا جای گفتن زیاد داره و جای کار کردن زیاد داره، ولی من آلبوم بر آستان جانان رو بسیار دوست دارم، بسیار دوست دارم. هم نوازندگی استادان فرهنگفر و آقای مشکاتیان و خود آواز استاد شجریان، من این آلبوم رو بسیار گوش کردم، خیلی دوست دارم، ولی به طور کلی تمام آثار استاد شجریان قابل تقلید و تمرینه و باید که به همه اونها، برای همه اونها زمان گذاشت و روش کار کرد. نبود محمد رضا شجریان البته که از نظر بسیاری از هنرمندان یک ضایعه است برای هنر و موسیقی ایران، فکر میکنید که تأثیرش در کدام بخشه؟ ببینید آقای شجریان، استاد شجریان اشعار بعضی از شعرا که خوانده نشده بود با آوازشون آوردن توی خونه ها، آوردن تو ذهن ها و ادبیات رو با آوازشون یک رنگ دیگه ای بخشیدند و کمک بزرگی شد به مردم برای شناخت ادبیات شعری ما. ایشون رفتند، حالا با استادان بزرگی دیگه هستند، ولی از اونجایی که ایشون حالا از نظر من که شاگرد هستم، اصولا شاگردها نسبت به معلمشون یک تعصب بگم، نه تعصبم خوب نیستش چون بزرگان دیگه هم هستن، یک علاقمندی خاصی هستش
من ایشون رو قله میدونم و همه دوست دارن که به قله دست پیدا کنن. بنابراین فتح قله برای همه عالی بود. ایشون اجازه دادن که سطح نگاه مردم بره بالا و توقع و انتظار مردم برای شنیدن آثار درجه یک بالا بره و نبود ایشون امیدوارم که این مسئله رو کمرنگ نکنه. ممنونم از معصومه مهرعلی، خواننده و از شاگردان محمد رضا شجریان. همکارم مجید افشار گفتگوی داشته با علی جهاندار از شاگردان قدیمی محمد رضا شجریان و از او پرسیده که چه چیزی به آقای شجریان جایگاهی را که امروز دارد داده. میگفت از راست گفتن این محبوبیت پیدا کرد. هیچ وقت دوست نداشت که کوچکترین حرکتی بکنه که در راستای راست گفتن و با حقیقت مثلا دور بشه. هیچ امکان نداشت. به نظر من خب البته زحمتی که کشیده همه برای همه مردم آشکاره که زحمت زیادی کشیده برای موسیقی ما. و یک کلام بگم که اعتبار موسیقی ما در کل تاریخ ما شد استاد، اعتبار شد، ارزش موسیقی ما شد. آقای جهاندار فکر میکنم شما چندین دهه کنار او بودید، در دهه 60 فکر میکنم شاگرد ایشون بودید و در دهه‌های بعدی در کنار ایشون در کنسرت ها هم حتی شرکت کردید و خواندید در کنار او. روش درس دادن او چه تفاوتی با بقیه اساتید آواز داشت؟ دقت بود، دقت. مثلا درسی که من میگرفتم پیشش برگشت درس خوندیم تا آخر رفتیم با هم میخوندیم تا آخر رفتیم برگشت گفت که تاج‌زاده اونجا دهنش بسته میمه گفته به افسوس هر چیزی که برمیگشتیم اگه کوچکترین نقطه به قول تغییر داد تغییر میدادیم یا برای خودمون میخوندیم برمیگشت اونو اصلاح میکرد، قشنگ ما رو خالی میکرد، بعد ادامه میدادیم. یعنی تمام سری که از سرا داره بوده شده ممر داشته گریان از دقته. آوازهای خودش رو خیلی کم گوش میکرد اگر که تمرین میخواست بکنه خب تمرین میکرد، خیلی هم سخت تمرین میکرد، اجرا میکرد. بعد یه دفعه پرسید که علی تو آوازهای من کدوم رو بیشتر دوست؟ گفتم که من دو تا آواز دوست دارم، بارها اینو گفتم، یکی همای مثنوی با اون امکانات کم توی خونه اون هنرنمایی اجراش، اون هنرنمایی به جا مونده برای دابشریت اونا که موسیقی میشناسن، و نوا مرکب خانی های مثوی که شعرهای عراقی رو بیشتر در اون بله بله خونده. بله بله بله. سارمی آقای سارمی با سنتور استاد سارمی. بله بله. خیلی ها میخوام بدونن که وقتی اون آوازها رو میگین در خونه میخونده، وقتی که اون آوازها به صورت خصوصی ضبط میشده و بعد یک ساعت آواز و شما یک ساعت میتونه شما رو با خودش بکشونه، چطور اونا رو ضبط میکرده؟ این آوازها رو از قبل تمرین کرده بوده؟ مهندسی این آواز رو، ساختمان این آواز رو از قبل چیده بوده یا اینکه در آن تصمیم میگرفته و اینطور میخوانده؟ اگرانش در آن بود، چون خودش مجموعی از مطلب بود دیگه، موسیقی بود، خود آواز بود. حالا من اینجا خدمت عرض کنم، البته اینجا اینو گفتم، استاد امکانات ساز و میشناخت، حتی از خود نوازنده، نه که بگیم نوازنده نمیدونست، نوازنده مثلا نزده بود تا حالا. شما هیچ آثاری از آقای سارمی نمیبینی که در همون غرایی زده باشه، عراق زده باشه، زده باشه. استاد امکانات ساز نوازنده ها رو میشناخت، میدونست که این ساز من کجا ببرم که داره نمونه ساز. تو سنتور میدونی که محدوده به سازهای مثل نی، اینا محدوده. یا دوره هم بودیم یه نوازنده میخوام اسم ببرم، نوازنده نی بود، گفت آقای شما چه میخونی؟ گفت هر چه تو حال پیدا کردی، تو هر چه حال پیدا کردی بزن من میخونم، اون تا دنبال من بیا. این داستان این بود که امکانات اون ساز رو میدونست که این با این نی چه کار باید بکنم. طوری برنامه‌ریزی میکرد مثل یه زندگی میشد آوازش، زندگی که تولد داشت و به آخر میرسید. شما اگه توجه بکنی به آوازهای استاد، اول مثل تولده، یواش یواش مخاطب و شنونده رو، بیننده رو با یه نازی، با یک با کرشمه‌ای، با یک دلخوشی اینا رو میبره بعد یه جا کله میکنه، زندگی بهشون میده، عشقشون رو در میاره. اگه توجه بکنی به آوازهای تو کنسرتاش، تا
تمام آوازاش از یه جا شروع و یه اوج میرسه و یه جا تحویل مخاطب میده که میگه این این اینه تو میخواستی اینه بهت دادم. و وقتی بیرون میومدیم، من تو سالن کنسرت بارها بودم، همیشه زندگی میکردم باش، مردم مست بودن، مست معنی بودن، یعنی شارژ بودن، یعنی یک معماری بود که معماری میکرد در آواز خوندن که زندگی میداد مخاطب، یعنی زندگی میداد به مخاطب. بعد از این که مرحوم مشکاتیان و مرحوم شجریان ارتباط کاریشون رو قطع کردن، شما آلبومی با آقای مشکاتیان بیرون دادید، صبح مشتاقان، که حال و هوا همون حال و هوای مشکاتیانی بود که با شجریان میخوند، خواننده عوض شده بود، شما اون رو میخوندید، ابو عطا. هیچ وقت اون آواز رو، اون آواز رو پیش آقای شجریان خونده بودید و او تایید کرده بود، و او آیا از اینکه شما با آقای مشکاتیان همکاری میکنید مثلا گله‌ای داشت یا نه؟ اصلا این آواز خود استاد پیشنهاد کرد به پرویز، گفت که پرویز جان، علی باش که یک کاری انجام بده، شما یک کاری بساز، نصفش من بخونم، نصفشو علی بخونه، آقای جهاندار خون. قرار بر این بود. بعد وقتی پرویز این کامل ساخت، نظرش شد، استاد نظرش عوض شد، گفت که خودش میخونه، من کمکش میکنم میخونه. خب در اون را مطالب ملودی جمله بندی ها خیلی کمکم کرد، وقتی این اینجوری بخونی بهتره، اون اونجوری بخونی بهتره. و سر این خیلی جالبه، من خدمتتون بگم ما ضبط کردیم تمام، چون میدونی که استاد یه جور دو جور یه بود ارزش نداشت. شما میدونی بهترین صدا بردارن بیدم آشتریان بود، ما صدا ضبط کردیم تمام کردیم، استاد رسید از کنسرت ها برگشت رسید، بچه ها بذاریم من گوش کنم، گذاشت گوش کرد، گفت نه، پاک کرد، اصلا پاک کرد، گفت باید بزنیم. پرویز گفت که موارد زاد زبش کل چی کردیم، ساعت پرداخت کرد، گفت نه علی جون پرویز بری تو. ما رفتیم یه تک اون آواز رو پرویز خوندم، یه دو مرتبه من درم پرویز در اومد، من نذاشت من در بیام، داروش پرنیاخان رو گفت داروشون برو با علی بزن، گفت یه آبی چیزی، گفت نه صدا دو رنگ میشه، اون میخونه، برو تو اون کرده بعد خوندیم یه تک. بعد آقای گنجی را گیر نیاوردی، فردایی اومد فکر کنم آقای گنجی اون قسمت سیخ اینا رو زد. بعد وقتی که ما ضبط کرده بودیم، اینو میخوام عرض کنم، ما ضبط کرده بودیم، دو مرتبه وقتی استاد اومد اونجا نشست پشت میز سیستم صوتی ضبط کرد، بعد دعوت کرد موزیسین ها رو، بزرگان ادب و اینا رو، ریل وقتی گذاشت، اثر گذاشت، من باور نمیکردم من اینو خوندم، خدایی اینقدر این مرد اینو ادیت کرده بود، سر جا گذاشته بود، چهارمزرآباد اومده جابجا کرده بود، به اون ضبط ما ربطی نداشت. و به عنوان سوال آخر، وقتی خودتون تنها هستید و میخواید یاد آقای شجریان بکنید، حتما یه آوازایی رو به یاد او میخونید و برای اینکه یاد او پیش خودتون زنده بکنید یاد او رو، الان اگر امکانش براتون هست برای ما یکی از اون آوازهایی که فکر میکنید اگه تنها باشید بخواید الان یاد او رو برای خودتون زنده کنید بخونید برام. خونه من بود، ساز آواز میذاشتیم، اون روز آواز طاهرزاده رو گذاشتم، سلسله طاهرزاده رو گذاشتم، وقتی اون کلام خدا وقت رسید، استاد یهو منقلب شد، زد رو پاش، گفت این گفتن این کلام هزار سال فاصله، این چی بود دیگه. حالا همون من یه مقدار شو براتون به صورت یادآوری میخونم براتون. به سالها شب وصلی گر اتفاق افتاد، خدا دلم به سالها شب وصلی گر اتفاق افتاد، یار شفق برون نشده صبح می کند آغاز، ای جان ای داد باد آغاز
گفتگوی همکارم مجید افشار بود با علی جهاندار مدرس آواز. و اما امیر حسین پورجوادی استاد موسیقی شناسی در دانشگاه UCLA از لس آنجلس با ما هستن. آقای پورجوادی، کنسرت خاطرات بلبل شما در استنفورد خیلی عالی بود، من واقعا اون رو وقتی دیدم لذت بردم. ستار میزدید، خانم پریسان میخوندن. علای پیر فرزانه مکن عیبم ز میخانه، بگذاریم که حالا منظور کدوم پیر فرزانه بود. از نظر شما دستاورد شجریان در زمینه ردیف های آوازی چی بوده؟ بله، با سلام خدمت شما و عرض تسلیت دارم به مردم ایران و مخصوصا خانواده استاد شجریان. عرضم به حضور شما که همونجور که همه ما میدونیم آقای شجریان هیچ وقت ردیف خاصی رو اجرا نکردن که منتشر بکنن و ما بتونیم مثلا ازش استفاده بکنیم، ولی من فکر میکنم هر کدوم، یعنی تک تک آلبوم هایی که آقای شجریان اجرا کردن به نوعی ردیف ایشون محسوب میشه و ما میدونیم که ردیف به عنوان یک چیز آموزشی همیشه مورد استفاده بوده، ولی به هر حال آقای شجریان یه ذهنیت دیگه ای داشتن و هر دفعه یک دستگاهی رو یا آوازی رو اجرا می کردن یک چیز جدیدی رو خلق می کردن و همیشه متفاوت بود. و به هر حال ما می تونیم ببینیم که هر کدوم از این آلبوم های آقای شجریان ردیف آقای شجریان محسوب می شن و ایشون قابلیت اینو داشتن که مثلا یه شعر سعدی رو بگیرن از اول تا آخر تو گوشه های مختلف یک دستگاه این رو اجرا بکنن و به بهترین نحو. من فکر میکنم که این سنتی بوده که در قدیم هم به همین صورت بوده، یعنی خواننده هایی که خیلی اهل اجرا بودن اینا امتناع میکردن از داشتن ردیف و خودشون رو بخوان محدود بکنن به یک ورژن خاص. صحیح. و اینها مؤلف بودن همونطور که آقای شجریان بودن. شما در زمینه موسیقی دوره صفوی و قاجار هم تحقیقات مبسوطی کردید. دیشب آقای بیژن کامکار به من گفتن که شجریان این دوره رو به نام خودش زده، عصر شجریان. چقدر موافقید؟ من کاملا موافقم که ایشون در زمینه موسیقی آوازی به هر حال به یک مقامی رسیدن که شاید قبل از ایشون و کسی به این مقام نرسیده بود بدون شک، هم در زمینه آوازهایی که ایشون خوندن هم در زمینه تصنیف. حالا شما چون اشاره کردیم به موسیقی صفویه، ما در دوره قدیم یعنی زمان صفویه و قبل از اون خواننده ها معمولا به دو دسته تقسیم می شدن. کسایی بودن که تصنیف می خوندن و کسانی بودن که صرفا آواز می خوندن، یعنی تبخور آدم ها در یکی از این دو چیز بود عموما. ولی آقای شجریان و قبل از آقای شجریان هم به همین صورت بود، یعنی خیلی از خواننده ها بودن که تصنیف خونهای خیلی خوبی بودن و خیلی از خواننده ها بودن که آواز خیلی خوب میخوندن و خیلی به تصنیف علاقه ای نداشتن و نمیپرداختن. ولی آقای شجریان واقعا ما میبینیم که این دوتا مهارت رو در خودشون جمع کرده بودن و تصنیف ها رو به بهترین نحو اجرا میکردن، هم از نظر وزن تصنیف هم از نظر حال و هوای تصنیف که به اصل خودشون نزدیک باشه، مخصوصا تصنیفایی که در دوره قاجار ساخته شده بود و ایشون اینا رو جمع آوری کرده بودن و دوباره خوانی کردن و اجرا کردن. و هم در زمینه آواز، یعنی آوازی که ایشون اجرا کردن به هر حال یا آوازی بود که در قبل از خودشون به این صورت هیچ وقت اجرا نشده بود. از این رو آقای شجریان در قله آواز ایران قرار دارن و من فکر نمی کنم حتی در تاریخ، به صراحت میگم در تاریخ موسیقی ما آوازخوانی به این درجه از تبحر و قدرت
ظهور کرده باشه. بسیار ممنونم از امیرحسین پورجوادی، استاد موسیقی شناسی در دانشگاه UCLA از لس آنجلس آمریکا با ما. اما محمد رضا شجریان در طول فعالیت هنریش به تمام شیوه های آوازی ایران و همینطور موسیقی مقامی زادگاهش خراسان تسلط کامل پیدا کرد و از ترکیب اونها سبکی رو به وجود آورد که به مکتب شجریان شناخته شده، همونطور که در گفتگو هم مطرح شد. چند نفر از شاگردان آقای شجریان برای ادای احترام و به یاد استادشون ابیات رو با هم خوندن که با هم میشنویم. خیار تو میروی دل از دست می رود، دل از دست می رود، مرو 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 که با تو هر چه هست می رود. آخ داده خدا، شب غم تو نیز بگذرد، ولی در این میان دلی ز دست می رود. آخ آخ ای داد بی داد یار. در دردم فراق
گفتمش سیر ببینم اگر از دل برود. گفتمش سیر ببینم چنان پا گرفته چنان پا گرفته که مشکل برمه. محمد رضا شجریان تصنیف‌های خواند که محبوب بسیاری است. بعضی از دوستداران آقای شجریان قطعه‌هایی از او را زمزمه کردند و برای ما فرستادند. به سکوت سرد زمان، به خزان زرد زمان، نه زمان را درد کسی، نه کسی را درد زمان. بهار مردمی آمده شد، زمان مهربانی تشد. آه از این دم سردی ها خدایا، آه از این دم سردی ها خدایا. ممنونم که این 60 دقیقه ویژه رو تا آخر تماشا کردید.